سلام، امیدوارم که خوب باشید. ما آرام هم چه کوکتل تی ویو. امروز اومدیم با یه رپ حواشی جدید و میخواییم بررسی کنیم حواشی عجیب غریب این چند روز رپ فارسی رو. اما قبل از هر چیزی یادتون باشه حتما کانال رو سابسکرایب کنید، اگه از ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و به اشتراک بذارید، و اگه حال نکردید برید یه جایی که باهاش حال میکنید و اگه حس میکنید دلیل منطقی هست که میتونه کار ما رو پیشرفت بده حتما بنویسید که خونده میشه و سعی میشه درستش کرد. ساعت دیگه باقی نمیمونه، بریم که با هم حواشی رو داشته باشیم. قبل از هر چیزی یه توضیح بدم، شاید بعضی‌ها بگن قدیم خیلی تونتون حواشی میذاشتی الان دیر به دیر میذاری. خب به هر حال طی این یه مدتی که ما این کارو کردیم و تجربیات به دست اومده، به این نتیجه رسیدیم که بعد وایسیم بعضی از حواشی‌ها تموم شه که بتونیم کامل اونو بررسی کنیم. اینجوری نباشه 4 تا استوری تو این برنامه بذاریم، بعد چند تا استوری جدید بیاد بخوایم فردا. بهتره که همه توی برنامه باشه که ببینیم از کجا شروع شد و به کجا رسید. روی همین حساب مثل قدیم شاید همون شب نیاد و مثلا فرداش بیاد. به این شکل. حالا یه حواشی جالب و میشه گفت عجیب غریبی بود این چند وقته. خب سعید اسپیک آهنگساز جادوگران بود، شاید میشه گفت گروه سابق جادوگران، چون دیگه نیست خبری ازشون، که حالا بهمندی و عضوی از اون گروه بود و یه درگیری داشت با تس. حالا داستان چی بود؟ اومد یه سری استوری گذاشت سعید اسپی و میگفتش که آقا اینا اومدن آهنگای ما رو ورشن، پروژه ما رو ورشن، بدون اجازه پخش کردن و اسم یه پرودوسر دیگه زدن. وقتی از خوش پرسیدم منظورت که، گفت منظورم با رضا تسلا سابق یا همون تس کنونیه. و خود تس هم بعدن اومد چند تا استوری گذاشت که آقا اینجوری نبوده و با خود تس هم که حرف زدم گفت ایشون میخواسته چند بار با من همکاری کنه، من باش همکاری نکردم و آنفالوش کردم به خاطر همکاریایی که داشته و مورد تایید من نبوده، بنابراین اومده این کارا رو میکنه. و خب نمیتونیم روی این حاشیه هیچ نظر خاصی بدیم. چرا؟ چون جفتشون اومدن یه سری پروژه رو گذاشتن و دارن فقط فیلمشون نشون میدن، نه تاریخی هست نه هیچی. و خب هر کسی دیگه شاید میتونه اون کارو بکنه، بره و حالا ریمیک کنه اون پروژه رو بزنه. رو این حساب معلوم نیست اینجا حق با کیه و چه اتفاقی افتاده، ولی خب یه دلخوری بوده بین سعید اسپی و تس. به جز ما یه درگیری دیگر رو داشتیم، نمیشه گفت درگیری. پایه اومد یه استوری گذاشت که آقا خیلی از بیماری‌ها سالها هستن و هیچ واکسنی براشون نیست، الان چجوری بعد یه سال کرونا رو اومدن واکسنشو درست کردن؟ من که اعتماد نمی‌کنم، نمی‌زنم. سینا سایه اومد یه استوری گذاشت و الان همه چی رو قرقاتی زدی، کوکائین و لین و این داستان ها، نترسیدی و میترسی از این واکسن؟ نترس، بیا بزن چیزی نمیشه. خب پایا هم جوابی نداد و همینجا این داستان تموم شد. خب یه داستان دیگه که داشتیم، خبر خوبیه، شاید خب شنیده باشید که عرفان تاتو بعد از آلبوم ترکش گرفتن و به هر حال دستگیر شد اما آزاد شده و الان آزاده. فکر کنم 6 روز تقریبا خبری ازش نبود ولی الان آزاده. و یه داستان عجیب دیگه که هست اینه که این آلبوم از اسپاتیفای اومده پایین، به نظر میاد چند تا ترک توش بوده که به هر حال کاور بوده و دیستروکید داستانو نگرفتن، حالا بیت خریداره شده و این داستان ها. تو همین حساب یکی ریپورت زده و آلبومو از اسپاتیفای آوردن پایین. اما خب شاید یکی از داغ ترین داستان ها این چند روزی که هست درگیریه که بین سامان ویلسون، عرفان و مهراد هیدن هست. و حالا داستان از کجا شروع شد؟ عرفان اومد یه ویدیو گذاشت و سایت جدیدش رو تبلیغ کرد، گفت آقا ما درگاه‌های به هر حال داریم که میتونید از ویزا کارت و مستر کارت استفاده کنید، تو همه کشورهای دنیا لایسنس داریم و به هیچ کی وصل نیستیم و کار خودمون رو تکیه. این داستان رو خب خیلی اومدن بهش پریدن، مثل اون داستانی که حسین میگفت و خب این داستانا پشتش ایجاد شد، برای عرفان هم ایجاد شده این داستانا. اما داستان عجیبی که میشه گفت این وسط بود این بود که سامان ویلسون واکنشی نشون داد، یک سری استوری گذاشت. اول از همه با پست سامان ویلسون واکنشی نشون داد به پست عرفان که درباره بتش بود و اینجوری نوشت. همونطور که میبینید اون بالا نوشته میرینم bet.com که یه شوخیه که خیلی شوخی ها میشه با این سایت های بت. و بعدش نوشت این بدون فیلتره، بونوس جمعه شب بعد آقازاده. من اینو کلا نفهمیدم این که بعد آقازاده یعنی چی، ولی خلاصه کسایی که ثبت نام میکنن با وی پی ان بیام، بعد اونم که وی پی انشون رو خاموش کنن مثل سگ ببازن. بعدش هم یه استوری گذاشت و نوشت بعضیا تو این مایا رفتن که کوکاکولا ضرر داره، بیاین پپسی بزنید. و بعدش هم یه استوری دیگه گذاشت اینجوری نوشت میرینم bet.com. بعدش یه استوری دیگه هم اینجوری گذاشت انواع اقسام اسمایی که میشه برای این بتا گذاشت و خب بعضیش اسم آهنگا بود و این داستانا. خب سامان ویلسون خیلی شوخی وار داشت میرفت جلو، ولی خب تیکایی توش بود دیگه و میشد به خیلی‌ها
اینو برداشت کردم و خب اون شب میشه گفت عرفان چون اون به هر حال پستو گذاشته بود بیشتر میرفت سمت عرفان، اما خب یه استوری دیگه اینجوری گذاشت نوشت پیشبینی هوا و یه سری ضریبا رو در نظر گرفته بود که مثلا بادمجون ضریبش 30 و سنگ 19 و از این حرفا 19 ببخشید و همچنین برف و این داستانا و خب داشت اینجوری مزاح میکرد و تیکه مینداخت، بعدش نوشت بونوس تموم شد ایشالا دفعه بعد کل زندگیتونه که باختین جوراباتون رو پس میدم به شرط اینکه کلشو ببازید پیدا کنم چیزی دارید نمیدم. و خب این جالبه بچه های زدبازی هم حالا اعضای ازشون بود که قبلا سایت بت داشتن و اینجور حرف زدن سامان ویلسون که حالا خب تیکه هم داره به عرفان میتونه تیکایی به خودشونم و به هر حال رفیقاشون که بت دارن هم داشته باشه و این خب یه نکته عجیبی بود تو این استوری ها. در همین حین که سامان ویلسون داشت اینجوری استوری میذاشت آرش سرطان هم اومد یه استوری گذاشت نوشت باز از سایت بت خدافظی نکنی بری سال دیگه بیا، یکم دیر زدی داداش ویزا مستر ندارم تجارت ملی جوابه. و دوباره بعد از این همچنان ادامه داشت استوری های بر حال سامان ویلسون که هم طنز توش داشت هم تیکوار بود و میبینید یا اینجوری گذاشت که دیابت رو سرچ کرده بود و بعدش هم نوشت بیت کوین پرفکت غیر پرفکت ریال دلار کبد کلی همه چی قبوله، با اعضای بدن خودت قمار کنی ببری اعضای بدن بازنده ها رو بهت میدن بیاین دیر شد امشب بازی ها خفنه. همینجور که این استوری ها رو داشت سامان ویلسون میذاش عرفان هم بالاخره جواب داد نوشت مصرف زیاد کوکا بدون کولا باعث میشه داروغ فاز رابین هود برداره، هنوز لوگو اسپانسرات پای پستاتن قهرمان ریدی به خودت دات رپ. سامانم باز جواب داشت همینجور داشت کش میواد، سامانم نوشت کسی با تو نبود عمو عرفان داشتم تو همون با بچه های پایین درد دل میکردم ریلکس. بعد اومد نوشت بعدم مگه من تو الان گفتم آدم خوبی هم نوشی جونه هر کی که کوکا یا پپسی میزنه بیا وسط بگو میخوام پولتو ببرم پولتونو ببرم ملت نوش جونه. تو این داستانا عجیبه چون مهراد هیدن معمولا وارد نمیشه تو خیلی از حاشیه‌هایی که به هر حال هول محور بچه‌های زد بازی، اما اینجا وارد شد و خب فکر کنم 6 ماه پیشم بود که تو یکی از لایواش یا استوریاش بهتره بگیم که با سیناسایی یه سری درگیری رو داشت به عرفان تیکه انداخت و گفت آقا ما اومدیم موهامونو بلند کردیم رفت موشه بلند کرد رفتیم ورزش کردیم اومد ورزش کرد و این داستان‌ها. و اینجا هم وارد شد نوشت پولیور تیپ امتحان نهایی زخار واگن و بعد اشتباه سواری بی استعدادترین یه ایموجی هیس هم گذاشت نوشت 100 ساله هنوزم نه. بعد از اون یه استوری انگلیسی گذاشت تام ویلسون رو توش نوشتش که اگه نمیتونی بیای تورینگ و نمیتونی دووم بیاری چرا میای و برحال این داستانا رو انجام میدی من ناامید شدم، بعدش هم شب بخیر گفت و گفت پاداش تو بعد برو یه همچین داستانی که خب اینم عجیب بود شاید به نظر میومد مثل داستانیش که حالا با به هر حال پیش شداش یه همچین بیفی مد نظرش بوده که مثلا میخواسته حالا یه موزیکی مثل رینگ داشته باشه نمیدونم. ولی خب بعد از این دوباره عرفان اومد در جواب به مهراد هیدن یه استوری گذاشت نوشت اگر خاری به چش نبودم که هر چند هفته یه بار نمیترکیدی یه چیزی بگی سرت به کار خودت بود، صحبت‌های دیروز در مورد امنیت سایت بود نه خوبی یا بدی شخصی و نه پولدار شدن، اتفاقا برعکسشو گفتم اگه توالت عادی میدیدی متوجه میشدی تو رینگ از دوران رینگت خیلی گذشته دادا. بعد هشتگ زد dont drink and اینستا که فهم کنم منظورش اینه که مثلا مشروب نخور نه تو اینستا یا همچین داستانه یا از این حرفا به هر حال. و اومد یه پست گذاشت برای مهراد هیدن و نوشت کلن هم کسی با این کفشو میاد پارتی دم استخر و قریب آشنا و جمع بهش میخندن نباید در مورد تیپ کسی نظر بده، زد هشتگ اگو بزرگ پا کوتاه هم زد زیرش. خب این داستان برمیگرده به اینکه یه عکسی ما سالها پیش دیده بودیم که خب از مهراد اومده بود و لیتو اینا هم توش بودن و یه کفشی پای مهراد بود و این کفش رو داشت مسخره میکرد عرفان پایدار. و حالا بجز این قبلش هم یه استوری گذاشته بود که داشت تلفظ پولیور رو یه جوری میگفت با هم میبینیم پولیور پول اوور. و همونطور که اینو دیدید باز مهراد هیدن هم وارد شد اومد یه استوری دیگه گوش. خب این عجیبه معمولا میگم مهراد هیدن نمیاد استوری بذاره نمیدونیم داستان چیه و حالا چیه قضیه، اما به هر حال اومد نمیش پایدار تا پای داری یه توکه پا بیا ایران اگه خایه داری. بعد از این استوری سامان ویلسون 4-5 تا استوری پشت سر هم گذاشت که زیاده، میریم اینا رو با هم میبینیم.
و دوباره عرفان اومد در جواب به این استوری‌ها، هم به سامان هم به مهراد، یه استوری دیگه گذاشت نوشت ما که پایدار تا پای داریم، تو اگه میری میای واسه اینه که خایمالی، اونی که تو بهش میگی خایه ما بهش میگیم آشنا، اونایی که ما بهش میگیم خایه حرفایی که زدم تو آهنگاست که تو نداشتی که یک کلمشو بگی، حالا پرتغال تو بخور برو رو تردمیل قهرمان. و سامان ویلسون دوباره جواب داد و نوشت بیا ایران، کجایی مگه تو؟ ژاپنی‌ها مگه ژاپن نیستن؟ عربا عربستان، توهم زدی میگیرنت، خط من دردسر شده، خط تو که داداش صورتیه، اینجا با سرخابی هم کاری ندارن، که شاید منظورش به علقافه، ولی خب ما مشکی بودیم حل شد، پاشو بیا بابا یه عمر خفت نکش. این ما بین ما یه استوری جالب داشتیم از مسلک که نوشت به نظرم اگه اینستاگرام نابود شه و این بساط استوری رپ خون ها و متلک انداختن هاشون به هم جمع شه، رپ فارسی هویت گم شده خودش رو پیدا میکنه. قبلا همه دنبال موزیک بودن، الان همه دنبال اینن ببینن کی به کی چی گفت، کی به چی متلک انداخت، که راست میگه واقعا میزان درآمدی که ما توی رپ فارسی داریم و میزان به هر حال آهنگایی که میاد شاید یک دهم اونورم نباشه، ولی حواشیش 100 برابره، که خب این یکم داستانو عجیب غریب میکنه. اما خب با سامان ویلسون استوری گذاشت نوشت سر موسوی جو گرفتت، با خود یارو هم کاری ندارن دیگه، پاشو بیا اوکیه. بعدش دوباره نوشت وقتی اینجان میگن من برم ببینم چه بکنم اونجا، یک سال بعد همون آدم میگه من اگه نیومده بودم بیرون الان صاحبم کارگرم بود، البته صفر دارم میزنم و یه چی بگو حال کنیم، که به نظر میومد سامان ویلسون اومده بود توی به هر حال داستان که یکم یه بیفی چیزی شکل بگیره. حالا این وسط من یه چیزی رو بگم، من میبینم بعضیا میگن این استوری میذاره اون جوابشو میده میگن بیف، یا مثلا میگن که این استوری کرد اون باهاش نرفت بیف، اما اینا بیف نیست، اینا یه تیکه بازیه، کلکل، بیف اینجوری نیست، بیف واقعا بعد حالا آهنگ بیاد و یه داستانی باشه، نه اینجوری بیف واقعی درست نیست اینا. اما خب به هر حال این وسط ما یه سری استوری دیدیم از سیامک جنجالی که خب از بر حال اعضای گروه جنجال بود، که اومد یه سایتی رو معرفی کرد و یه پیجی رو که تو این پیج همون میرینم بت بود و تو این اومده بود همه اونایی که بت دارن رو نوشته حتی تو سایتش و با الفاظ بد اونا رو معرفی کرده و داره فوش میده و این داستانا اصلا چیز جالبی نبود. به هر حال بعد از این عرفان باز اومد استوری گذاشت نوشت آر یو لاین و خندید که داشت به حرف زدن سامان ویلسون گیر میداد و نوشت اگه از این قوه تخیلت برای ورساد استفاده میکردی انقدر داغون نمیشدن، چیزی که بقیه یادشونه اینه که اومدی لنگر انداختی هرچی هم بردی باخت، انقدر هم مثل ندیده ها الکل خوردی که رفتی اورژانس، خفت خاری اینه که بحثو از کجا به کجا بکشونی هشتگ لوزر. و بعد اینم باز آرش سرطان وارد این داستان شد، در صورتی که خب هیچکی جوابشو نمیداد، مخصوصا از بچهای پایدار، خب خیلی وقت به بچهای پایدار داره میپره، به جز جیدال کسی معمولا جوابشو نمیده، اومد یه استوری گذاشت یه سری کلکل کرد و گفت از اینجا میگم دو روز دیگه شهرتونم و مثلا بیا و داستان دعوا از این حرفو، وزیرش نوشت 100 تومن میدم تو یه نفر دیگه از تیپ حرف نزن. ته همه این داستانا و خب اون چند تا استوری به هر حال سامان که عرفان جواب نداده بود، عرفان در آخر امروز اومد یه استوری گذاشته توش گفت با اینا بچه بازی و جدی نگیرین و از این حرفا، که میبینیم با هم بچه ها این بچه بازی هایی که گذراست و از سطح من و شما پایین تر، مهم اینه که پایداری و بودین و هستین، خیلی هم خفنید، دوستتون دارم. خب همونطور که دیدیم این بود داستان به هر حال سامان ویلسون، عرفان و هیدن، که اصلا داستان جالبی نیست و اصلا انقدر استوری بازی من نمیدونم اصلا جالب نیست، این حرفا همه میتونه تو ورس باشه، میتونه به هم زده شه و حالا شاید یه جذابیت ریزی داره، ولی دیگه خیلی کش اومد و داستان اینجوری شد. و خب اکثر کسایی که خب رپ فارسی رو از قدیم دنبال میکردن، قدیما همیشه ما میدیدیم بچهای پایدار کنار بچهای زد بازی و قشنگ بود و آهنگای خوبی ازشون دیده بودیم، از همکاریای جی جی با خشیار و لیتو که اون موقع توی پایدار بود، یا قدیمی‌تر حتی ریمیکس خط منو داشتیم، یا حتی آهنگایی که مهراد ساخته بود برای به هر حال خشیار و رفاقتی که بینشون بود و آهنگای جالبی که میومد. حالا نمیدونیم داستان چی شد که یهو به این سمت اومد، ولی حالا امیدواریم حل شه هر چه بیشتر، چون ما دوست داریم کسایی رو که به هر حال جزء خوبا و نسل یک هستن و جنرال میشه گفت جزء خوبای نسل یک هستن بیشتر در کنار هم باشن، چون اونا سکاندار این داستانن و با هم میتونن خیلی کارا رو بیشتر حالا ببرن جلو و خیلی خطا بیشتر بدن، این که هر کدومشون یه جبهه دارن یه ذره ناخوشاینده. خب ما 20 ساله داریم میبینیم اتفاق تو رپ فارسی که نسل یکی ها اکثرا همو گردن نمیگیرن و همیشه یکی هست که از اون یکی بهتره، همیشه این داستانا هست، کاش اتحاد ریزی شکل بگیره بینشون و
باعث پیشرفت رپ فارس بشه، اونجوری فکر می‌کنم خیلی بهتر باشه. اما خب به هر حال این بود تا اینجا داستان به هر حال مهرادینا. اما یه داستان دیگه هم که بود، داستانی بود که شاهین نجفی داشت و فدایی، که خب جالب خیلی ها جواب شاهین رو ندادن و شاهین هم جواب فدایی رو نداد. اما حالا داستان از کجا شروع شد؟ یکی اومده بود توییت زده بود که آقا شاهین جان مشکلت چیه تو با هیچ کس که میگی فساد و چه میدونم فاسد و از این داستانا، در حالی که مثلا به تتلو این داستانا رو نمیگی و میگی قربانی و از این حرفا. که اومد گفت برای اینکه مثلا رأی داده و داره فساد و مثلا ترویج میده، تبلیغ رأی دادن کرده و از این حرفا، که به هر حال خب اون نظریه که خودش داره، اون جناح سیاسی که خودش داره. اما خب بعد از اینکه خب فدایی اینو دیده بود، اومده بود یه واکنششون داده بود و در جوابهایی که به هر حال چیز داده بود، شاهین نجفی داده بود، اول یه عکسش گذاشته بود که حالت بسیجی طور بود و تصویر این داستانا، گفته بود دادش تو خودت که بسیجی و کارت اصلا اینجوری بوده، حالا رفتیم ور پناهنده شدی. بعدن هم یکی از موزیکای قدیمیشو گذاشت، خب یک به هر حال میشه گفت سنفی پشتش بوده یا شرکتی پشتش بوده، یه جوری اسپانسرش شده بودن آهنگشو به هر حال داده بودن این حرفا و اونو گذاشت، گفت آقا تو خودت این بودی و از این داستانا الان میای این حرفا رو میزنی. خب یه داستانی که هست، اون خیلی قدیمیه، مال فکر کنم 85 یا 6 باشه و خب بعد از اونم دیگه فعالیت‌های شاهین خیلی عوض شد. و یه داستان جالبی که هست از اشکان فدایی، خیلی جالبه که اکثر مثلا سورس‌های قدیمی رپ فارسی رو که شاید الان خیلی یا نداشته باشن، اصلا تو خیلی سایت‌ها نیست، چه از اون آهنگ قدیمی جی جی چه از این، نگار داشته و اتفاقی که میفته اینا رو رو میکنه و خب آدما عوض میشن. حالا نمیتونیم بگیم کی درسته کی غلط، اما خب اکثر آدما عوض میشن. و قبلا هم گفته بودم دیوم که میومد مثلا به هیچ کس میگفت تو قبلا این بودی الان این شدی، خب آدما عوض میشن، شاید یه سری گذشته خیلی‌ها دارن که نمیشه بهش افتخار کرد. اما حالا باید ببینیم این داستان چجوری پیش میره، آیا بیفی پیش میاد بین به هر حال شاهین و فدایی، یا اصلا هیچ کس دیس و دیسبک میاد یا نه. اما خب یه داستان دیگه هم داشتیم، امیر قیامت، یکی از رپ کنای میشه گفت نسل یک، که خب قدیما کار میکرد و یه آهنگی مثل تاریخچه رپ فارسی رو داره که 9 دقیقه است و تقریبا میشه گفت از هر کس یکی دو تا ورس، یکی دو تا ورس نه، یکی دو تا بیت توش خونده. و خب بعد خب خیلی ها میگن که مثلا تتلو اول آهنگ 9 دقیقه 20 دقیقه اینا رو داده و در جواب به اینا اومده بود گفته بود آقا من 85 آهنگ 9 دقیقه خوندم. استوری شو با هم میبینیم دوستان گرامی. آقا سال 85 ما 9 دقیقه آهنگ خوندیم، هی میای میزنی فلانی انقدر خونده اون یکی انقدر. بابا سال 85، 14 سال پیش، خودت ببین چند سالت بوده. خب استوری شو با هم دیدیم. خب تتلو همیشه میگه من آهنگای طولانی خوندم و اینا و 9 دقیقه آهنگ میدم. و خب قیامت هم میخواست بگه آقا اولیش شاید ما دادیم درست، ولی فکر میکنم داستانی که تتلو داره به خاطر اینکه آهنگ 20 دقیقه ای داده. و اصلا چرا من حالا اینو درک میکنم، چرا آدم بعد آهنگ 20 دقیقه ای 9 دقیقه اینا بده؟ استاندارد 3 و 30 4 دقیقه است نهایت، همون حد بدید لذت ببریم. زیاد واقعا بعضی وقتا حوصله آدم نمیکشه، گوش بده. خلاصه این بوده از رپ حواشی این چند وقت اخیر، امیدوارم لذت برده باشید. اگه انتقادی پیشنهادی هر چیزی دارید حتما بنویسید که 100% که نه، ولی اکثرشو سعی میکنیم بخونیم و اگه چیزی که جا داره عوض شه رو عوض میکنیم و از انرژی و عشقایی که میدید استفاده میکنیم. دمتون گرم، امیدوارم حالتون همیشه توپ خوب عالی و بمب باشه. تا ویدیو بعدی، سی یو سون.